روش کار با دستگاه های تصویری. ابتدا باید بدونید که نوع دستگاه تصویری مهمه. دستگاه مگنوم تسلا یا دستگاه های مگنتی یا پالسی یا تیار یا ویلف نمیتونن تو دستگاه فلزی یا وای تصویری باشن، چون فلزی یا وای تصویری بنابرای رادارهای تصویری طراحی شده. گام برداشتن با فلزی یا وای تصویری توی شرایط به دست آوردن شکل یا به دست آوردن اون لکه رنگ ها بسیار مهمه. ببینید، بعد بدونید تصویری ها همه برابر لکه رنگ عمل میکنن، یا لکه رنگ با عدد ویدیا یا لکه رنگ مجزا به صورت بهش میگن ویژوال لیزر یا سلکه رنگی. ویژوال لیزر ها مثل تقریبا برنامه های ویندوز میمونه که رو همه دستگاه قابل نصبه. حالا هر کمپانی امکان داره در نرم افزارها یا برنامه های متفاوتی رو برای خودش ارائه بده. ترکیب حرکت با دستگاه های تصویری به خصوص با کوئلش یا سنسورش بسیار مهمه. ببینید، اون میزان گامی که برمیدارید یا تعداد گامی که برمیدارید تو به دست اومدن شکل واقعی هدف تأثیر زیادی میذاره. حالا یه تعدادی مثل این تصویری که دارید میبینید میاد تصویرها رو پیوسته میده. این در سورس برنامهش اومدن سرعت تصویرگیری یا ایجاد تصویر رو بالا بردن. اون تو تنظیمات دستگاه انجام میده. چیز خاصی نیست و تفاوت خاصی نمیکنه. بعضیا پیکسل پیکسل میگیرن. ولی سیستم ببینید الان داره پشت سر هم با یه سرعت مشخص میگیره. این با پیکسل پیکسل گرفتن یا تیکه تیکه گرفتن تفاوتی نمیکنه. چون در کالر پروها یا گلکسی ها یا برنامه های تفکیک رنگ هم شما متوجه بشید لکه رنگ ها یا تصاویر به صورت پیوسته بالا میاد و شکلش به صورت پشت سر هم هست. توی ویژوالیزا یا لکه سرنگی یا پیکسل پیکسله. در هر صورت به این نوع تصاویر یا دستگاه های تصویری در از PPI یا PIP هم میگن که این اسم علمیش یا اسم ساختار فنیشه. اون چی که اپراتور در یک زد میتونه کار بکنه برای کار بهتر یا به دست آوردن اطلاعات بیشتر نوع تنظیمات اون نرم افزاره. یعنی در نرم افزار میتونی تنظیمات قبل تصویرگیری رو به طور کامل داشته باشی یا نمیتونی داشته باشی. اگه تنظیمات قبل تصویرگیری رو داشته باشی، اون تصویری که شما میده خیلی بهتر از زمانیه که شما اون تنظیمات رو نرم افزارتون نداشته باشی. چرا؟ چون تنظیم و فیلتر قبل از تصویرگیری روی شکل یا روی به وجود اومدن لکه رنگای منظم یا لکه رنگای مربوط به اون هدف خیلی مهمه. ببینید الان این تصویری که شما اینجا میبینید بیشتر مربوط به یه تصویر مگنومتره یا یه تصویر تسلاست. دلیلش هم نوع شکل‌ها یا رنگ‌هایی که در اینجا به این صورت اومده. چون توی دستگاه‌هایی که به صورت فرکانسی کار می‌کنن تصاویر اصولاً بازتر و روشن‌تره و برای تشخیص واضح‌تر می‌تونید اون رو به دست بیارید. الان این چیزی که شما در پایین بهش می‌بینید در قانون کار بهش میگن دیالستر، یا میان به اون ترکیبی که اون رو به این صورت بالا میاره برای شما که میاد جدا سازیش می‌کنه گرید هم میگن. گرید‌ها یعنی درجه بندی طبقاته. حالا اون شکلی که اینجا داده ببینید لکه رنگ‌های متفاوته. آیا این لکه رنگ از طلا یا منابع دیگه یا فلز مورد نظره؟ توی دستگاه حرفه‌ای فرکانسی که مگنومترها و تسلاها نیستن، در از شما میتونی قبلش تعیین بکنی تو تنظیمات و بعدش بیای این لکه رنگا رو اندازه‌گیری کنی یا بیای سیگنالا رو یا اعداد و یا کلیدها رو تغییر بدی ببینی هدف مورد نظرت هست یا نیست. در مگنومترها نمیتونی این کار رو برای تشخیص هدف انجام بدی.